درباره قتل پویا مولایی راد در مراسم تولد کیان پیرفلک در ایزه با داریوش معمار صحبت میکنیم. آقای معمار، خانواده پویا و رسانه های دولتی روایت های کاملا متفاوتی از ماجرا ارائه میدن، نظر شما چیست؟ ببینید، خب مشخصا به روایت هایی که رسانه های دولتی، نیروی انتظامی و دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی از حوادثی که در جریان تولد کیان پیرفلک در شهر ایزه استان خوزستان رخ داده، نمیشه اعتماد کرد. دلیل همین هست که خب سال گذشته هم در جریان قتل کیان پیرفلک اتفاق مشابه افتاد، یعنی اینکه دستگاه امنیتی و نیروی انتظامی به گواهی خانواده کیان پیرفلک به سمت ماشین این خانواده شلیک کردن که متاسفانه منجر به کشته شدن کیان و مجروح شدن پدر اون شد، ولی تا امروز جمهوری اسلامی حاضر به پذیرش مسئولیت این در واقع موضوع نشده و این نکته بسیار مهم و حائز اهمیتی است. در خصوص اتفاقی هم که روز گذشته افتاده، تمام شواهد حاکی از این هست که در واقع جمهوری اسلامی تلاش کرده دیروز مانع برگزاری مراسم تولد کیان پیرفلک در روستای محل خاکسپاری اون بشه، یعنی مانع این بشه که اقوام بستگان در واقع خانواده پیرفلک به اون منطقه برسن. حالا این که در جریان این ممانعتی که دستگاه امنیتی و نیروی انتظامی ایجاد کرده چه اتفاقی افتاده که حاصل اون کشته شدن پویا و یکی از عوامل در واقع انتظامی مسئول محدود کردن و نرسیدن افراد به این مراسم بوده، این موضوع بسیار مهمیه. به زعم من روایت خانواده پویا مولایی راد و خانواده پیرفلک بسیار مطمئن‌تر از روایت جمهوری اسلامی و رسانه‌های حکومتی هست. بفرمایید که در 24 ساعت گذشته، همونطور که حالا خودتون هم در شبکه‌های اجتماعی شاهد بودید، عده زیادی به مادر کیان پیرفلک حمله میکنن. به نظرتون این حملات چه هدفی رو دنبال میکنن؟ در واقع بهتر اینجور اصلاح بکنیم سوال شما رو که رسانه‌های نزدیک به دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی از جمله تسنیم و رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی نور نیوز در مطالب جداگانه‌ای از دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی خواهان برخورد با مادر کیان پیرفلک شدند. این موضوع تازه‌ای نیست، از این جهت که یکی از موارد بسیار مهمی که در چند سال گذشته به خصوص 9 ماه اخیر جمهوری اسلامی به کرات مجبور شده در خصوص اون به افکار عمومی و افکار عمومی جهان پاسخ بده، دادخواهی کشته شدگان در جریان این در واقع اعتراض ها هست. خب مادر کیان پیرفلک هم طی چند ماه گذشته به صورت مداوم دادخواه خون فرزندش بوده، این حق طبیعیش هست. جمهوری اسلامی اما به جای این که به صورت عادلانه به این پرونده رسیدگی بکنه، افراد بیگناهی رو محکوم کرده، تلاش کرده این خانواده رو سرکوب بکنه، مادر کیان پیرفلک رو از محل کارش اخراج کرده و به صورت مداوم تلاش کرده که این خانواده رو تحت فشار بیشتر قرار بده. کما این که در اخباری که اخیرا منتشر شد اومده بود که دستگاه امنیتی خانواده کیان پیرفلک و مادر اون رو تهدید کرده بود که ما بچه کوچکتر شما رو، یعنی برادر کیان رو و پدر کیان رو به قتل میرسونیم. خب همه اینا خودش روشنگر هست و مشخص هست که چرا رسانه‌های امنیتی نزدیک به جمهوری اسلامی تلاش دارن که برای مادر کیان پیرفلک یک پرونده‌ای درست بکنن، بلکه از این طریق این در واقع شرایطی که ایجاد شده و مسیر دادخواهی رو متوقف کنند. و حتی حالا نظرتون چیه در این مورد که شاید حتی بخوان بستر رو برای این فراهم بکنن که مادر کیان رو در واقع دستگیر بکنن؟ بله، من فکر میکنم که اینم دور از ذهن نیست، کما این که خانواده پویا بختیاری، خانم ناهید شیرپیشه و پدر پویا بختیاری رو الان چندین ماهه که جمهوری اسلامی گروگان گرفته، به سختی تحت فشار قرار داده. خانواده نوید افکاری رو شما میبینید که مدت هاست جمهوری اسلامی گروگان گرفته. خانواده بسیاری از کشته شدگان خیزش مردمی در طول ماهای گذشته که پیگیر دادخواهی بودن از سوی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی با محرومیت‌های اجتماعی
مواجه شدن، بعضا بازداشت شدن، تهدید شدن، براشون پرونده سازی شده، از داشتن شغل محروم شدن، از دانشگاه اخراج شدن. همه اینا نشون میده که اساسا یکی از برنامه های امنیتی جمهوری اسلامی پرونده سازی کردن برای خانواده های دادخواه هست که طبیعتا برای خانواده کیان پیرفلک هم این موضوع در واقع دور از ذهن نیست. سپاسگزارم داریوش معمار، عضو تحریریه ایندیپندنت فارسی، از گفتگو با من. متشکرم و تا گفتگوی بعد، خدا نگهدار.